پلیس جسد قربانی را در حال پیدا کرد که گلوی او از گوش تا گوش بریده شده بود. وجیه قریشی پناهجوی افغان متهم به قتل مردی که با او رابطه پنهانی داشت از امریکا به سیودن بازگردانیده می شود. روزنامه دیلی میل گزارش داد که دادگاه در ایالت کالیفرنیا امریکا یک زن افغان را به قتل مردی که در سیودن با او روابط پنهانی داشت متهم کرده است. بنابر این گزارش دادگاه حکم داد که وجیه قریشی متهم به سیویدن بازگردانیده شود. سیویدن وجیه قریشی 25 ساله را متهم کرد که در همدستی با فرید وزیری همسرش مردی به نام عباس حمیدی را کشتند. این زوج افغان دو فرزند نیز دارد. در گزارش به نقل از نزدیکان عباس حمیدی 37 ساله آمده که او به مدت 6 ماه با وجیه قریشی رابطه پنهانی داشته است. درباره هویت آقای عباس چیزی بیشتر گفته نشده است. در گزارش آمده که تنها چند هفته قبل از کشته شدن عباس حمید رابطه او با وجیه قریشی فاش شد و خانم فریشی ادا کرد که حمید به او تجاوز کرده است. دیلی میل نوشت که پلیس محلی سویدن در آن زمان ادای خانم قریشی درباره آقای حمید را بررسی کرد و پس از مشاهده ویدئوی از رابطه جنسی میان آنها عباس را بدون هیچ اتهام آزاد کرد. روزنامه دیلی میل گزارش داد که در روز 11 مارچ امسال پلیس سویدن جسد مرد را در کیسه های پلاستیکی در داخل یک بایک ورزشی در جنگل های نزدیک استاکهلم پیدا کرد. بنابر این گزارش پلیس جسد قربانی را در حال پیدا کرد که گلوی او از گوش تا گوش بریده شده بود. طبق گزارش محلی بعد از روشن شدن این جسد که متعلق به عباس حمید است، گزارش افزود که آقای حمید به برادر خود گفته بود که در روز 7 مارچ با خانم قریشی و همسرش ملاقات میکند. بستگان آقای حمید پس از آن که از او اطلاعات دریافت نکرد در 8 مارچ با پلیس به تماس شدند که خانم قریشی بیشتر از این رویداد از یکی از انسونفیای قدیمی خود خواسته بود که یک داروی بیهوش کننده برای او فراهم کند، اما انسونفی او این کار را نکرد. دیلی میل نوشت که بر پای اسناد دادگاه آقای حمید به یک نفر دیگر گفته بود که در دیدار با وجیه قریشی و همسرش فرید وزیری احتمالاً اتفاق برایش خواهد افتاد. یک شاهد در آپارتمان متهمان نیز گفت که خانم قریشی و همسرش به او گفتند که کودکان را به اتاق دیگر ببرد تا آنها با آقای عباس صحبت کند. بر پای گزارش دیلی میل این شاهد گفته 3 نفر از جمله خانم قریشی در حال حرکت در اطراف جسد و طرز نگران کننده این شاهد سپس آپارتمان را ترک کرد. در گزارش آمده روز قبل از کشف جسد آقای حمید پلیس به واحد مسکونی خانم قریشی مراجعه کرد و متوجه شد که دروازه آپارتمان باز مانده است. طبق اسناد دادگاه به نظر می رسد که ساکنان آن را به طور ناگهان ترک کردند. دیلی میل همچنین نوشت که آپارتمان به دقت تمیز شده بود، اما آثار خون روی مبل اتاق نشیمن و در حمام یافت شد. همچنین گفته شده که نخهای شلوار قربانی روی فرش خانه خالی خانم قریشی پیدا شده. دادستانهای سویدن گفتند که این قتل دارای عناصر قتل ناموسی است که با این حال از آن جایی که رویدادهای قتل ناموسی اکثرا زنان کشته می شوند، کشته شدن عباس حمید در این رویداد سوال برانگیز است. بر پای این گزارش خانم قریشی در سال 2020 وارد سویدن شد و زندگیش را آنجا آغاز کرد. پس از رویداد قتل به باور مقام‌های آمریکایی او با همراه فرزندانش با مدارک هویت جعلی وارد آمریکا شدند. درباره موقعیت فرید وزیری همسر خانم قریشی اطلاعات در دست نیست. روزنامه دیلی میل نوشته است که محل اقامت فرید وزیری هنوز مشخص نشده، اما او در فهرست افراد خطرناک تحت تعقیب پلیس اروپا است.